سلام، عرض وقت بخیر خدمتتون، امیدوارم صحیح و سلامت باشید. چند تا سوال بچه ها پرسن در مورد کار پژوهشی، گفتم که همه رو بیام توی ویدئویی به حساب پاسخ بدم. مضمون غالبش این بود که آقا ما یا مثلا ترم 6 و 7 میخوایم پژوهش شروع بکنیم، باید کجا شروع بکنیم، یا مثلا تازه فارغ التحصیل شدیم رفتیم سر کار میخوایم پژوهش بکنیم و نمیدونم قبلا مثلا یه آشنایی خلاصه‌ای داشتیم، کارگاه رو رفتیم، حتی یکی نوشتن که من مثلا یه کنگره هم رفتم و یه اصطلاحا نریتیو ریویو هم نوشتم، یعنی که مطالعه مروری خیلی کوچولو جمع و جور توی یه منطقه خاص مثلا ایران، و آقا چیکار بکنیم و اینها، که من گفتم که بیام به حساب تو این ویدئو خدمتتون یه مقداری موضوع رو باز بکنم، ان شاءالله که مفید باشه. همینطور گفتن که آقا چه کارهایی نیاز به کد اخلاق داره، چه کاری نیاز به کد اخلاق نداره و اینها، که توضیح بدم. اول اون کارهایی که کد اخلاقی ذره ساده تره. قبلا اینجوری بود که کارهای سیستماتیک ریویو متا آنالیز رو کد اخلاق اونها لازم نیست، حتی بعضا کیس ریپورت ها، ولی بعدا خود وزارتخانه ابلاغ کرد یا تمام طرحهای تحقیقاتی، حتی اونایی که سیستماتیک ریویو اصلا اصلا شما لازم نیست به بیمارستان بره جمعوری نمونه داشته باشید، حتما باید به شکل طرح در کمیته اخلاق باشه و باید کد کمیته اخلاق بگیره، چون شما برای پابلیش اون مقاله نیاز به اون کد دارید، این خیلی مهمه. پس همیشه ما هر کاری خواستیم شروع بکنیم حتما باید از مجاری قانونی بیاییم، باید پروپوزال براش بنویسیم، پروپوزال هم که میره توی شوراها بررسی میشه و در نهایت تصویب میشه و کد اخلاق میگیره. حالا اگر شما دانشجویید که میتونید طرح تحقیق دانشجو بنویسید، میرید کمیته تحقیق دانشجویی با یه استاد لینک میشید، مثلا بررسی مثلا میگم ارتباط کیفیت زندگی و مثلا فشار مراقبتی مثلا بیمارانی که اعضای خانواده بیمارانی که به حساب بیمارشون شیمی درمانی میشه رو میرید مثلا انجام میدن، مثلا اونایی که فشار مراقبتیشون بیشتره کیف از زندگی پایین تری دارم، مثلا این پیش فرض ماست. بعد حالا میریم این پروتوشانه رو میریم به همراه مریضا و بقیه داستان. پس لازمه که حتما ما برای کارمون یه پروپوزالی ثبت بکنیم، با یه استادی هم به حساب لینک بشیم. یه سامانه هست اگر یه موضوع تو ذهنمونه که نمیدونیم کی مثلا توی ایران خیلی خفنه، سامانه هست مثلا خبریاب که میتونید به حساب از اون استفاده بکنید، بدون فیلترشگم باز میکنید سایتش رو، چطور بهش تصدیق پیدا بکنیم. یه سامانه کلی هست که 10-12 تا سامانه که برای حساب نوپا هست اونجان research.ac.ir، اینو اگه بزنید باز میشه که روی سامانه اعضای حساب، سامانه سنجی اعضای هیئت علمی، سامانه سنجی دانشگاه علوم پزشکی، قسمت پایان نامه ها، نمیدونم رویدادهای پژوهشی، بلک لیست ها، منبع یاب، همه اینا اونجا هست و یکیشون هم همین خبریابه که اونجا کلید واژه بهش میاد میگرده، اعضای هیئت علمی رو میگرده و اونایی که تو اون حوزه صاحب نظر هستن رو بهتون معرفی میکنه، که حالا حتما یه ویدیو جدا در مورد خبریاب هم من درست میکنم. پس که کاری که من میخوام شروع بکنم حتما باید در موردش بیام سرچ بکنم، استاد مبتدی پیدا بکنم، پروپوزال بنویسم، اگه دانشجو هم کمیته تحقیق دانشجویی، اگه دانشجو نیستم کارمندم طرح کارمندی، شما توی هر بیمارستانی کار میکنید مرکز تحقیقات احتمالاً داره، اگه نداره متصل به دانشگاه، به دانشکده علوم پزشکی میتونید از اون طریق طرح تحقیقاتون بنویسید و برید جلو. ابدا توصیه نمیکنم بدون طرح تحقیقاتی دیتای رو آنالیز بکنید و براش مقاله بنویسید به هیچ عنوان. پس ما یه عنوان پژوهشی پیدا میکنیم، با استادمون اونو مچ میکنیم، استاد میگه این طرح خوبیه، براش پروپوزال مینویسیم، از کجا از مقاله های مختلف کمک میگیریم و پروپوزال رو مینویسیم. من یه ویدیو دیگه فکر کنم در مورد حالا پروپوزال کاملی که نگفتم، ولی ان شاءالله سعی میکنم که با امید خدا کم کم جزئیات مختلفش رو براتون بذارم. فعلا خیلی واقعا هر روز استفاده به حساب کارآموزی هم برازورم، کلاس هم خیلی سرم شده و متاسفانه وقت نشده که 4 تا ویدئوی مفید و دنباله دار بذارم براتون، که ان شاءالله حتما این کار رو ببخشید، که ان شاءالله حتما این کار رو انجام میدم. پس وقتی پروپوزال رو نوشتیم میریم خلاصه کد اخلاقش که اومد، میریم نمونه گیری میکنیم، داده ها رو وارد اسپیسس میکنیم، استاد محترم مشاور آمار ما رو آنالیز میکنه، اینا رو وارد جا
جدول میکنیم، به اون کمک میکنیم، جدولش رو میکشیم و در نهایت گزارشنامه رو مینویسیم یا مقالهش رو مینویسیم. باز از مقاله ها کمک میگیریم برای نوشتن مقاله خودمون. حتما توصیه میکنم برای نوشتن مقاله حداقل باید مثلا شما 6-7 تا کار خوب تو حوزه خودتون باید بخونید. یعنی مثلا من میخوام مقاله بنویسم، حتما 6-7 تا کار مرتبط رو میام میخونم، میام بررسی میکنم ببینم اونا چجوری نوشتن، از کجا به کجا رسیدن، از کل اومن به جز مینویسن. یعنی از بیماری شروع میکنن، کم کم میان پایین تر. که من یه ویدیو دارم در مورد پاراگراف نویسی، ایشالله کم کم منتشرش میکنم. خیلی ویدیوی خوبیه واقعا، نیم ساعت توضیح دادم، بسیار ویدیوی مفیدیه. بعد اینکه مقاله رو با کمک استادمون نوشتیم، قطعا کمک میگیریم از استاد راهنما، از مقاله های دیگه کمک میگیریم و اون رو سابمیت میکنیم برای مجلات با ایمپکت های بالا شروع میکنیم میام پایین تر. اینا واقعا زمان بره. یعنی مثلا شما فکر نکنید مثلا اینکه میاد مثلا برای مثلا شمسزاده مثلا سالی مثلا 4-5 تا مقاله چاپ میکنه، واقعا اینا دیتاش پخش تو سالهای گذشته. یعنی مثلا این نبوده که من همه رو امسال نوشتم، اینا مثلا یکیش مثلا 2 سال داریم سابمیت میکنیم تازه داره چاپ میشه مثلا. اوکی، پس این مدلیه. حالا بعضیا که مثلا روزی 2 تا مقاله چاپ میکنن، هم طرف هم سالی مثلا 200-300 تا مقاله پابلش شده توی اسکوپوس و مثلا پاپ میو، اینا داره واقعا خیلی سخته. حالا حتما میتونن منیج کنن ولی خیلی سخته واقعا. مثلا آقای دکتر صاحب کار مثلا وحشتناک پابلش مقاله که میکنن خیلی زیاده. پس این روشش بچه‌ها، به غیر از این لطفاً پول ندید به اینو برات مقاله بنویسن. لطفاً آقا از چت جی پی تی میشه کمک گرفت و حتما باید بنویسیم توی مقاله، حتما باید اون ادیتور اون مجله بگیم که آقا ما از چت جی پی تی کمک گرفتیم، از هوش مصنوعی کمک گرفتیم برای ادیتینگ مقاله. پس دقت کنید، متاسفانه الان خیلی اصلا پول میگیرن و برای شما مقاله نمیسن. خب آخرش که چی؟ یعنی شما بالاخره در نهایت نیاز به این دارید که خودتون یاد بگیرید اینو، این مهارت باید اینو یاد گرفت. پس حتما توصیه میکنم که خودتون بنویسید، کم کم یاد میگیرید. بالاخره برای مصاحبه دکترا خیلی مهمه، برای ادامه تحصیل تو مقطع پی اچ دی خیلی مهمه. این مقاله‌اش میتونید تو بند کاف و اینا همه اینا رو توی ویدیو بذارم که در مورد اینا توضیح دادم بکنم. توی کانال دیجام هستم اون که پژوهش چرا و چگونه، کمیته خود دانش اونجا مزایای کمیته خود دانش رو گفتم و یه اشاره به آینامه‌ها کردم. تقریبا به سوالای بچه‌ها جواب دادم، حالا ویدیو هم خیلی طولانی نشه. باز من سوالای دیگر رو سعی میکنم که توی ویدیو دیگه باز بهتون به حساب توضیح بدم و بگم. ان‌شاءالله که سعی و سلامت باشید. مرسی از اینکه ویدیو منو دیدید و ممنون از اینکه کانال منو سابسکرایب میکنید. کمک میکنه به اینکه کانال من رشد پیدا بکنه و کمک بکنه به اینکه ما همچنان بعضی از این موارد رو به شکل حساب مجانی در اختیار بچه‌ها قرار بدیم. چون با دیدن مثلا ویدیوها توسط شماها، بالاخره شما مجانی می‌بینید، ولی خب دیدن شما باعث میشه که ویدیو من رو یوتیوبشون تبلیغ بذاره و در نهایت اون پول تبلیغ و بخشش رو به من بده در آینده. و کلا کانال‌های آموزشی خیلی دیر رشد می‌کنن. مثلا خیلی اگه فان و اینا بود خیلی زودتر، مثلا در مورد ترس و نمی‌دونم جنگیری اینا بود خیلی زودتر رشد می‌کرد. ان شاء الله که سعی و سلامت باشید. مرسی از اینکه ویدیو من دیدید. خدا نگهدار. خدا حافظ.